عرض سلام ادب احترام خدمت دانشجویان عزیز، با ادامه دوره طراحی یک فروشگاه ساده با ASP.NET Core نسخه 3 در خدمتتون هستیم. اگر یادتون باشه در جلسه پیش تا قسمت مپل ها اینا پیش رفتیم و پروژه روی گیتاب هم آپلود کردیم. حتما دوستان خواهش میکنم برید قبل از هر چیزی یه سری من ویدیوی جدیدی در مورد آموزش گیت و گیت هاب در زمینه کار با گیت و گیت هاب و اینا آموزش دادم، حتما اینها رو یه بار نگاه بکنید که کار کردن با گیت و گیت هاب و کامل در چندین ویدیو خدمتون آموزش دادم، حتما به اینا یه دور نگاه کنید. و همچنین نحوه آموزش برنامه‌نویسی گروهی در C#، باس و گیت هابم در یه ویدیوی فکر کنم نیم ساعته به صورت خلاصه و کاربردی براتون توضیح دادم. برید اینا رو یه نگاهی بکنید که کار با گیت و گیت هاب رو بیشتر تسلط پیدا کنید. خب میگم در ادامه آموزشمون، خب ببینید ما در جلسه قبل تمام ریپوزیتوری اینا رو ساختیم و امروز شروع میکنیم به بحث ایجاد کنترل هامون. میگم اد میکنم. اگر یادتون باشه در ویدیوی ASP.NET Core 2.1 که در یه فروشگاه ساده رو داشتیم با ASP.NET Core 2.1 می ساختیم، من بیشتر با پروگرام با اسکافولد ها پیش رفتم و وارد دیتیل نشدم. مثلا اگر یادتون باشه داشتم کنترل هایی رو که می ساختم با استفاده از اسکافولد انتیتی فریم ورک می ساختم. تو این آموزش برای اینکه بتونم بیشتر وارد جزئیات بشم و شما دوستان بیشتر با قدرت و امکانات ASP.NET Core آشنا بشید، من دیگه از این اسکافولدش استفاده نمی کنم و سعی می کنم بیشتر خودم روی کد نویسی تمرکز پیدا کنم و شما رو بیشتر با نحوه کد نویسی کنترل اینا آشنا بکنم. به خاطر همین میام گزینه چی رو انتخاب می کنم؟ MVC Control with رید و رایت رو انتخاب میکنم، اد میکنم. خب از اولین و ساده ترین جدولمون شروع میکنیم کارا، گزینه اد رو میزنم و جدول کارامون چی میشه برامون میاد. داره اسکافولدمون چیزامون رو میسازه. یه نکته هم بهتون بگم، حتما برید نسخه ریشارپه یه نسخه جدیدش تازه اومده، ریشارپه 2020، حتما نسخه قبلی خودتون آنستال کنید و نسخه جدید ریشارپه رو نصب کنید که یکی از امکانات جدیدی که در ریشارپه 2020 اضافه شده، واقعا دیگه اون مشکل افت سرعتی رو که با ویژوال استودیو 2019 داشت توش حل شده و دیگه کند نمیکنه ویژوال استودیو. اگه دوستانی که با ریشارپه کار کرده بودن وقتی روی ویژوال استودیو 2009 میومد بالا یه مقدار ویژوال استودیو رو کند میکرد، ما همین مشکل روی ویژوال استودیو 2015 داشتیم که در 2017 ریشارپه مشکل حل کرد. 2019 که اومد یه مقدار دوباره روی بحث سرعتش مشکل پیدا کرده بود که در این نسخه 2020ش این مشکل خیلی حل شده. حتما ریشارپ رو کامپیوترتون نصب کنید چون باعث میشه که سرعت کد نویسیتون چی بشه، بالا بره و بتونید به راحتی با اون چیکار کنید کار کنید. ویدیومون رو بیارم اینجا که این گم میشه، من میمونم بعضی وقت زمان رو از دست میدم نمیدونم. خب اینجا باشه، بعد ببینیم الان میگیم باید بیام چیکار کنیم، ریپوزیتوریامون رو به پروژمون اد کنیم. میزنم پرایویت ریدونری هم که اینا رو که توضیح دادم خودتون برید قبل بخونید. ما یه ریپوزیتوری داشتیم به نام آیکارا ریپوزیتوری و یه دونه ریپوزیتوری براش میسازم. من عادت دارم ریپو اسمش رو بذارم، شما هر چی دلتون خواست میتونید بذارید. خب یه پرایویت هم باید چی رو مپرمون اضافه کنم. در مورد مپر اینا جلسه قبل توضیح دادم و دیگه اینجا از دوبارگویی نمی کنم. مپر رو میکنم. ببین حتما ریشارپر باشه، اگه نباشه اینا اوتو ایمپریمنت نمیکنه و خودتون باید دونه دونه اینا رو
ایمپلیمنت میکنید و کارتون رو سخت میکنه. من پیشنهادم اینه حتما ریشارپر رو سیستمتون چیه نصب باشه که اینو نه رو اتو ایمپلیمنت کنه و راحت بتونید باش کنم. مثلا سی تو آرف زدم و اینا رو چیکار کرد برام ساختش. خب یه خطایی برامون داد، چی هستش خطامون؟ این کانسیدنس اکسسبیلیتی پارامتر تست پروژکت دن، چرا این خطا رو داد بهمون؟ یه بار بیت بگیرم. نه خطا داریم همین قسمت اکسسبیلیتی پارامتر آیکون. آها این دلیلش میدونید چیه؟ مطمئن بریم ببینه بریم اگر درس اگر این پیغام خطایی به این شکل تو سیستمتون دیدید که داره به اکسسبیلیتی یعنی دسترسی بهش خطا میده یادتون باشه در دات نت کن اکسسبیلیتی بیشتر مربوط به خطاهای پرایوت پابلیک میده بهتون. مطمئن باشید یادمون رفته یکی از این ریپوزیتوری ها رو پابلیک کنه. میزنم گو تو دیفینیشن یا کنترل بی بزن. آه دیدید نگاه کنیم یادمون رفته اینا رو چیکار کنیم؟ پابلیک کنیم. اینو پابلیک میکنم بعد باید برم روی ریپوزیتوری بیسمون گو تو دیفینیشن میزنم ببین آره اینم پابلیک نکرده. این دوتا رو پابلیک کنید و برگردید کد رو سیو میکنم میام تو این قسمت ببین آها پیغام های خطامون چی شد برطرف شد. اومدیم چیکار کردیم؟ در اینجکت کردیم دیگه ریپوزیتوری هامون رو به این کنترلمون اینجکت کردیم به همراه مپر. مپر رو چرا نیاز داریم؟ چون میخوام اطلاعات از اون صفحه بکشیم بیاریم روی این صفحه. خب به مپر چیه تو پروژه چیه نیاز پیدا خواهیم کرد. خب الان باید بیایم چیکار کنیم؟ الان باید بیایم خب و کنترلمون رو اد کردیم. الان باید بیایم این کارو بکنیم، بیایم قسمت ایندکسمون رو بسازیم و تنظیمات قسمت چی رو انجام بدیم با هم تنظیمات ایندکسمون انجام بدیم. خب بریم قسمت تنظیمات ایندکس رو با هم چیکار کنیم انجام بدیم و باید از روی مپر اطلاعات رو از صفحه اون دیتیل ویوی که قبلا طراحی کرده بودیم باید بکشیم و بیاریم اینجا اطلاعات رو چیکار کنیم نمایش بدیم. میریم این قسمت رو با هم انجام بدیم. خب ببینید من وارد این قسمتمون میشم تو ایندکسمون و میخوام این قسمت رو اطلاعات رو چیکار کنم بیارم و ازش استفاده کنم. ببینید میام خب یه ور تعریف میکنم مینویسم کارا مساویه خب اندرلا ریپوزیتوری که اینجکت کردیم در دسترس هستش دات چی بود اگه یادتون باشه فایند اگر جلسه قبل یادتون باشه فایندور بود یادتون باشه. ببینید اگر رو فایندور برم اینم یه نکته بهتون بگم گو تو دیفینیشن بکنید مطمئن نگاه کنید فایندور رو ما از اون آی کارکشن تعریف کردیم. کارکشن گفتیم یک اینترفیسی هستش که در بالا هستش و زی مجموعش آیریس تو ایناست. از آی کارکشن به این شکل خب نمیتونیم استفاده کنیم. حتما یادتون باشه یا توریست بهش بزنید وگرنه تو برنامه براتون چیه خطا میده. من اگه جنریک باشه آی کارکشن تعریفش کردم که دستم باز باشه در توسعه ریپوزیتوری. اما شما یادتون باشه باید اگه بخواد استفاده کنید حتما توریست رو بزنید. خب میگم قسمت چیکار کنیم؟ مپر رو بیاریم یه مدل تعریف میکنم و میام چیکار میکنم تو مدلمون میگم این مپر ما بیاد واسه ما چیکار کنه مپ کنه چی رو دوستان؟ خب ببینید اینو چرا اینطوری آورد مپ کنه چی رو؟ ببین ما دو تا اطلاعات باید برامون مپ کنی. خب یه لیستی از کارهامون رو که داریم خب و یه لیستی هم که داره از کجا میاد از ویومون میاد دیگه. ویومون چیه؟ اگر یادتون باشه جلسه قبل ما اومدیم توی قسمت ویو مادرامون اینها. ببینید تو قسمت کارا ویو مادر من دو تا ویو مادر تعریف کردم، یکی واسه یه دیتیل ویو مادر واسه نمایش فرمامون بود و یه نم واسه کریتش ساخته بودم که اینجا چون میخوام اطلاعات رو نشون بدم از دیتیل دیتیلز ویو مادر استفاده میکنم. خب بس میام تو این قسمت ما کارا میگم آقا یه ریستی هم یا باید مپ کنی. چی رو مپ کنی؟ ببین نه به این شکل میگیم آقا دیتیلز چی بود اسمش؟ دیتیل اسمشو دقیقا نگاه کنیم من تنبلم کنترل سی اشتباه همونو کم میکنم. خب میگه ایمپورتش کن ایمپورتش میکنم میگم آقا بیا اینم مپرمون این چی کار میکنه واسه من؟
این مپر داره واسه ما این کار انجام میده. میگم آقا مپ کن واسه من لیستی از کارها رو به لیستی از چی؟ دیتیل ویو هامون. خب به خطایی که داره بهمون میده چیه؟ این خب مار اینه، این مار اینه، خب اینم که مار این هستش. و خب آها ببینید اگر یادتون باشه مپه، خب میگه آقا اینا رو الان میگه آقا یه لیستی از دیتیل ویو ها رو، دیتیل کارا ویو ها رو تبدیل کن به کارا، بذار تو مدل ما. دیتیل ویو داره از طرف چی میاد؟ ویو مون میاد. نه جلسه قبل توضیح دادم بهتون دیگه، دیتیل ویو داره از طرف کاربر میاد، از ویوش اینا رو باید تبدیل کنه به کارا بذاره. خب اطلاعاتش از کجا داره میکشه؟ ببینید اطلاعات کارامون الان داریم از برعکس میفرستیم، چون میخوایم ریورسش بفرستیم. ببینید من باید این کارا رو بهش پاس بدم، این از دیتابیس دارم میکشم. میگم اطلاعاتی رو که از دیتابیس کشیدی در اگر یه لیستی از کاراست، اینا رو بذار تو دیتیل ویو کارا، بفرست به کاربر، به ویوی کاربر ما. و یا برعکس اینجا داریم چطوری استفاده میکنیم؟ کارایی رو که از دیتابیس کشیدیم آوردیم، میگیم آه یه لیستی از کارا هستش، اینا رو مپ کن به لیستی از دیتیل ویو های ما و این دیتیل ویو رو باسه کاربر چکار کن؟ نشون بده و مدل رو پاس میکنیم توی ویو. ببینید این نحوه استفاده از مپر ها هستش، خیلی ساده است. مپر رو باید مستر ریپوزیتوری از دیتابیس مون واکشی کردیم دوستان، بعد گفتیم ما میخوایم مپ کنیم چی رو؟ یه لیستی از کارا رو به لیستی از دیتیل کارا ویو مدل هامون، ویو مدلی که جلسه قبل طراحی کردیم. کارا رو هم به صورت پارامتر بهش پاس میدیم توش و اینجکت میشه توش، رو میاد این مپ کارش انجام میده، در نهایت به ما یه مدل طراحی میشه میده. خب بریم یه مقدارم روی اگر بخوایم الان اینو اجرا کنیم، نگاه کنید. خب صبر کنید یه چیزی یادمون میاد، این ویدیو خودم این زمان آوردم اینجا دم دستم باشه که. خب ببینیم، خب نگاه کنید این قسمت من براش اصلا ایندکس نساختم. یه راست کلیک میکنم، اد ویو میکنم، میگم یه لیستی از چی به سیاس. دوستان دقت کن، اینجا دیتیل کارا ویو مادر انتخاب میکنید، جلسه گپ ساختیم دیتیل کارا ویو مادر انتخاب میکنیم و ادو میزنیم و میاد باسه ما دیتیل کارا ویو رو چکار میکنه؟ میساز. اگر متوجه میشین من چرا دیتیل کارا ویو رو درست کردم، اگر ببین میگم روش فارسی سازی اینا رو انجام میدم که متوجه بشه که این دیتیل ویو ها یا این ویو مادل هایی که ما درست میکردیم چیه. چون ببینیم ما یه مادلی برای دیتا درست کرده بودیم واسه کارا، رفتیم دوباره در قسمت ویو مادل ها یه ویو مادل هم واسه کارا درست کردیم که این گرافیک و تنظیمات چطوری بگم نحوه نمایش و وریدیشن های سمت کلاینت رو بندازیم روی این مادرامون. خب این داره چرا خطا داد بهمون؟ با من پروژه رو اگر اجازه بدی بگیر بگیرم. نه مشکلی نیست، این خطایی که داره به ما میده ریشارپه درگیره. نگاه کنید پایین داره یه کارهایی رو پایین میکنه و بکنم درگیر این است که این خطا رو به همون داده. خب بسی، خب ببینید آوردیم و این قسمت ایندکسمون برای فرممون چی شد؟ اضافه شد. من این با پروژه رو اجرا کنم تا اینجا. خب این یه مشکل دیگه هم داریم، خب ما به کارا دسترسی نداریم، باید منوی کارا رو به پروژهمون اضافه کنیم. بیایید توی قسمت اگر یادتون باشه ریافتار رو خوندیم با هم در جلسات قبل، میایم تو قسمت ویو هامون، تو قسمت ریافتمون یادتونه دیگه. خب ما اینجا یه منوی چی داریم؟ منو هامون تو این قسمت. یه نکته دوستان یکی از من سوال پرسید اگه پنجره هامون بسته بشه چیکار کنیم؟ اینجا نگاه کنید ریسیت ویندوز رو یافت بزنه یه بار همه پنجره ها تنظیماتش چی میشه؟ ریسیت میشه. نگران نباشید اگه بستید رفتن دوباره میتونید از ریسیت بزنید و بیاد. نخواستم یکی از دوستان پرسیده بود. آه ببین ما هومو داریم، اینجا نگاه کنید هومو پرایوسی رو اینجا چیه داریم. خب من میام یه کنترل سی میکنم اینجا و اینا کنترل وی میکنم. خب میگه که آقا
چیکار کن؟ اینا میگیم که به کدوم کنترلمون برو، گفتیم کنترلمون اسمش چیه؟ کارا هست. چون اریا درست نکردم میگم برو به کنترل چی کارا و اکشن چیمونو بیا، ایندکسمونو بیا. خودش ببینید در اینا رو میکشه و واکشه میکنه میاره. بذار یه مقدار اینا هم فارسی سازی بکنیم. خب ببینید اینجا نوشته هوم، می‌نویسیم صفحه اصلی. اینجا پرایویسی میگه آقا چی؟ خصوصی مثلا شده هر چی بذارید. کمی هم روی فارسی سازیاش کار کنیم. اینم میشه کارها. خب سیوش میکنم. رانش کنیم ببینیم کنترلمون کار میکنه یا نه. ببینید چقدر راحت کار کردم با اسپیدات نتکور. این سرعت کامپایلش رو نبینید چون پروژه داره کامپایل میشه، نه زبان های کامپایل. واقعا در اجرا سرعتش خیلی زیاده و پرفورمنسش خیلی زیاده. ببینید من کلیک میکنم میاره. خب ببینید کارا رو زدیم، لیست کاراهامون رو برامون چیکار کرد، آورد و فعلا هنوز کنم. خب بخوام اینا رو فارسی کنم، نگاه کنید این قسمت ها رو میخوایم فارسی کنیم با هم. خب ببینید اینا همین تو دیتای ویو به راحتی میشه این کارا رو چیکار کرد انجام داد. بیاید تو قسمت همین بذاریم، اینجا بود دیگه کارا ویو مادرمون، بریم تو اینجا نگاه کنید، بنویسید دیسپلی. اینا همش انوتیشن هاشو قبلن بهتون چیه توضیح دادم. دیسپلی نیم مساویه مثلا این میشه چی؟ نام کارا. همینو کنترل سی بکنیم، یه دونه هم به اون یکی اضافه کنیم. این هم این بشه کد کارا، اون میشه نام کارا و این یکی هم میشه چی؟ قیمت کارا. قیمت کارا. خب یه باید که سیوش کنیم، رام بکنیم پروژه رو. یه نکته من یادم نرفته بهتون بگم، همیشه لازم نیست این کار انجام بدید. اگر روی پروژهتون روی کدتون تغییر میدید، اگر اون الان یه گزینه است بهتون یاد نه، لازم نیست هی استوب کنید. اگر در یو آی دارید یا در قسمتی از پروژه یه جزئی از پروژه رو دارید عوض میکنید، بخصوص موقعی که با یو آیش کار میکنید، من یه راهی یاد میدم که دیگه هی پروژه استوب استاپ نکنید. خب ببینید تمام شد. کد کارا، نام کارا، قیمت کارا. خب اومدیم چیکار کردیم؟ کنترل کارامون رو اضافه کردیم، ریپوزیتوری ها و مپرمون رو به پروژه اینجکت کردیم، بعد اومدیم اطلاعات رو از دیتابیس از ریپوزیتوری واکشی کردیم، از طریق مپر اینو مک کردیم به دیتیل کارا ویو و دیتیل کارا ویو رو به یه مدل تبدیل ورش کردیم و مدل رو پاس کردیم به این ویویی که ساختیم و ویومون رو توی صفحه چکار کردیم؟ نمایش دادیم. خب بقیه قسمت ها هم میگیم، قسمت به ترتیب قسمت های اضافه کردن و ادیت و دیلیت و اینا رو مرحله مرحله آروم آروم میگیم جلو باهاتون که کاملا روی بحث های کار کردن با مپرها و ریپوزیتوری ها اینا به صورت بیشتر دیتیل آشنا بشید. در آموزش های قبلی چون من بیشتر میخواستم کلیات موضوع ها رو یاد بگیرید، زیاد وارد جزئیات نمیشدم، اما دیگه داره تخصص دیگه تقریبا داریم به دوره، یعنی از قسمت متوسطه داریم میگم به سمت پیشرفت و اینا، هم بیشتر باید با دیتیل ویو اینا آشنا شده باشه. خب بریم، ویدیو زیاد طولانی نشه، من ویدیو رو استوب میکنم و بقیهش رو در ویدیو بعدی زد.